ادامه پیش در آمد. امیدوارم این کتاب بتواند سهمی در روشن ساختن هویت جنگجویان آسیای میانه و علل مبارزهشان ایفا کند تا هنگامی که جامعه بین المللی در نیابد که آینده آسیای میانه میتواند بر آینده سایر نقاط دنیا تاثیر گذار باشد به این دست از تحولی در اوزار روی دهد من سعی کردم بازیگران اصلی و مسائل عمده را مورد شناسایی قرار دهم ده اما از این کتاب نمیتوان توقع پاسخ به تمام سوالاتتان را داشت این کتاب بدون همیاری بسیاری از دوستانم در آسیای میانه که نباید نامهایشان فاش شود هرگز نمیتوانست به رشته تحریر درآید این دوستان شامل مقامات حکومتی دیپلماتها روزنامهنگاران دانشگاهیان روحانیون تاجران کارکنان امدادرسانان و مردم عادی است سازمانهای کمکهای بشردوستانه خارجی از جمله ملل متحد مؤسسه توسعه و همکاری فنی بنیاد آقاخان و بنیاد سورس در طول چندین سال گذشته حمایت و تشویق بسیاری از کارم به عمل آوردند اما آنان مسئولیت هیچ کدام از داوری های من را به عهده ندارند روزنامه‌نگاران و دیپلمات های خارجی فعال در منطقه وقت بینش و اطلاعاتشان را بی‌دریغ بر من ارزانی داشتند باید از دو تن به طور ویژه به خاطر وسعت دانش تجربه و دوستی که طی سالیان متمادی با من داشتهاند نام ببرم بارند روبین و اولویا من به مرور زمان نظرات ایشان را تا آن حد جذب کردم که دیگر مطمئن نیستم کدام یک از نظراتم از من و کدام یک از آنهاست اگر گهگاه چنان می نماید که از نظرات آنها سرقت می کنم امید دارم مرا معذور دارند همچنین باید از اویوو پتروف و هیروشی ناکاشاکی از اداره حفظ صلح سازمان ملل متحد در تاجیکستان و اخدر ابراهیمی و فرانسیس وندرل کارمندانشان در هیئت ویژه ملل متحد برای افغانستان به خاطر اطوفت مهمان نوازی تجاربشان که همه برایم درس آموز بوده است ابراز قدردانی کنم پشتیبانی آنان از مسائیم برای برجسته کردن بحرانهای افغانستان و آسیای میانه شامل کمک های عملی نیز می شد. به طور مثال مسافرت با هواپایما های ملل متحد به نقاطی که در غیر آن صورت غیر قابل دسترس بودند. نانسی و جان بوشار نویسنده و کهنورد از گوشه نامنتظر بیرون آمدند و مرا از کمک و دوستیشان بهرمند ساختند. فریدریک روسل مدیر پیوسته فعال آکتت دوستی دیرینه با من داشته است. و در مقطع حساس کمک شایانی به من کرد همچنین وظیفه می دانم از انتشاراتی که برای آن کار می کنم و به من زمان بودجه و فضای چاپی لازم برای بررسی مسائل آسیای میانه را دادن و راجع به این که در منطقه از دنیا که تنها تعداد معدودی از خوانندگانشان در آغاز به آن علاقه نشان می دادن که چه میکنم کنم پرسجوی اندکی کردن اظهار امتنان نمایم در فراز و فرود سالیانی که گذشت تلاش ورزیدم خوانندگان را به تعمق بیشتر در مسائل آسیای میانه تشخیص کنم ویراستاران ورزیده و پرسابقه نایان چاندا و مایکل واتس کویوتیست مدت قریب به 20 سال آن میزان فضای چاپی برای تحلیل رویدادهای آسیای میانه در اختیارم نهادن که موجب رشک همگنان روزنامه بوده است و به ندرت داوری هایم را مورد سوال قرار دادن گاه از سفر طولانی در آسیای میانه بازگشتم و گفتم مطلبی دارم که توضیح آن بسیار دشوار است باید تنها به من اعتماد کنند تا آن را روی کاغذ بیاورم آنان هم وارد چونین کردن در لندن دیلی تلگراف و پیش از آن اندپندنت تردیدی در لزوم و ارزش توجه به آسیای میانه نداشتند ویراستار خارجی فعلی دیلی تلگراف آلک راسل خود شیفته منطقه شده است و مرا مورد تشویقهای فراوان خود قرار داد در پاکستان باید از عارف نظامی از روزنامه نیشن به خاطر گزارشهایش از مقالاتم درباره منطقه و اقداماتم جهت آشنا ساختن خوانندگان پاکستانی با طرق دیگری بررسی و مشاهده آسیای میانه و افغانستان تشکر کنم از کارال آم میر ویراستار ورد پالیسی جورنال که از من خواهش نگارش مقاله درباره ده سال نخست استقلال جماهیر آسیای میانه را نمود سپاسگزاری کنم جورنال با دستیاری ویراستار اداری متبهرش لندا رگلی دو مقاله را منتشر کرد و سخاوتمندانه اجازه استفاده از برخی از مطالب آنها را در این کتاب داد کتاب حاضر تازه وارد مرحله ویراستاری در انتشارات دانشگاه یل شده بود که پنتاگون و مرکز تجارت جهانی مورد حمله قرار گرفت این سوانه دلخراش نیاز فوری غربیها به درک وضعیت در آسیای میانه را روشنتر کرده است از لاریسا هایمرت ویراستارم که در تمام مدت اصرار داشت این کتاب را بنویسم و مدام مرا مورد تشویق قرار میداد ولی سپلتون که زحمات زیادی برای انتشار کتاب قبلی هم راجع به طالبان و این کتاب جدید متقبل شده است سمیمانه سپاس گذارم و به ویژه از ویراستار متن سوزان لایتی به خاطر ویراستاری موشگافانه و دقیقش و زحمتی که پیش از انجام وظیفه دشوار تصفیح کتاب برای آگاهی از اوزای آسیای میانه بر خود انبار کرده ممنونم